سلام افاقا، چطوری؟ من سوبزیرام و خیلی خیلی خوش اومدید به پارت و دیدیم توی بازی ای فوتبال 2022. ولی خب قبلش اگه کانال سابسکرایب کردین، همین الان سر بیاین پایین کانال سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش رو بزنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه، مثل همشه من انرژی بدید، دمتون خیلی خیلی گرمه. پیج اینستاگرام میاد بالا، اگه فالو نکردین بپرین سرونم این فالو کنید. همین، بدون معطلی بریم سراغ بازی. خب رفقا وقت هدر ندیم، بریم سراغ بازی. فکر کنم هنوز ای فوتبال لیگ هنوز دوره راه نیفتاده و باید ایونت رو بازی کنیم. ایونت ورلد واید کلابز، دوتای اول رو رفتم، فکر کنم فقط سومیش مونده و سومیش هم بریم. ایونت هم تکمیل میشه. آره دوتای اول تکمیل، میریم سراغ سومین چلنج ایونت و بریم ببینیم رقیب پیدا کنه، رقیب خوب پیدا کنه و سریع پیدا کنه. بریم سراغ بازی. رفقا یه سری تو بچه استقلالی تو کامنت نوشته بودن که پرسپولیس رو برنادار به خاطر ما. من تو این فکرم یه 6-7 پارت با پرسپولیس برم و بعد از اون استقلال بشم. صبر کنین 6-7 بار تموم بشه و خواهید دید که با لباس استقلال ادامه دیدیم تو ما خواهیم رفت. خب بالاخره بعد از 4-5 دقیقه صبر کردن رقیب پیدا کرد 4 تا آنتنه. حالا ایرانیه 4 تا آنتن یا نه، که ایرانی پرسپولیس هم برداشته. احسان حسنی ها نمیدونم باش بازی کردم قبلا یا نه، دوتامون هم پرسپولیسیم، از همه چی معلومه که جفت ایرانی. بریم ببینیم وضعیت چجوری از آب در میاد. ببینم داداشم مثل من حوصله نشد اسم تیم عوض کنه. آره جفتمون هم پرسپولیس، اصلا اسم تیم هم عوض نکردیم، دممون هم گرد. احمد رو داره، احمد نوراللهیه، یعنی نمیدونم، برم ببینم ترکیبش، وضعیت ترکیبش چجوریه. این احمدی که اینجا نوشته بود یعنی ترکیب خوبی بعید میدونم داشته باشه. بریم تو گیم پلن، اول ترکیب رقیب رو ببینم. آره احمد نوراللهی بود، همه ایرانی هن. یه کارلوس ولا و جسی لینگار و گرن ژاکا رو داره، مندی، بالردی، امتیتی، دخیا، بعدش صادق محرمی، احمد نوراللهی، مهدی تراپی، تارمی. 4 تا ایرانی داره، 7 تا خارجی که خارجیش اونجوری با کیفیت نیستن. ولی خب نمیخوام ریسک کنم و ترکیب ذخیره بازی بدم. رودریگو علیسا بره بیرون، علی قلی‌زاده بیاد تو، بعد همین، بقیه هم بازی میدم، نمیخوام ریسک کنم و ترکیب ذخیره رو بیارم. یا میتونم، نمیدونم، حمله راستش کارلوس ولایی خورده قویه، رئیس جیمز رو باید بذارم. از این ور مهدی تارمی نمیدونم، نه لوکاکو رو فیکس میذارم. حالا نیمه دوم اگه نیاز شد مهدی تارمی میارم به بازی. داداش منم که رفت و من این بازی لباس دومم و بریم آقا، بریم سراغ بازی ببینیم چی جوری حساب در میاد. ایرانی آنتن اوکیه، یه خورده ممکنه دیلی داشته باشه بازی به خاطر اون یه ذره حالا آنتن، ولی بعید میدونم که اونطوری اذیت بخواد بکنه منو. و رقیبمون هم تیمش تیم خیلی خفن و فوق‌العاده ای نیست، میتونم نگاهی به بردنش داشته باشم، ولی خب نباید مغرور بشم و از اول خودم برنده بدونم. حواسم باشه لباس دوم منه، لباس اول داداشمونه. لیندلوف، امتیتی، عقبتاب داوید دخا، شاید کون بازی میکنه، بازی کن دیگه. حالا فرند پاسکاری کند تیکی تاکایی رو مخ داره انجام میده و تهش هم به هیچ جا نرسید پاسا. پوگبا، استرلینگ، ول پوگبا و توپی که دست داد پوگبا، هنوز توپو دارن. پوگبا، لوکاکو و علی قلی‌زاده ریواند زعبر به گل تبدیل کرد. چه پاسی دادن با پوگبا برای رومل لوکاکو. لوکاکویی که داره رفته خودش از چشم میندازه. من دارم کم کم این فکر میکنم که رومل لوکاکو رو عوض کنم و اینو کمله خوب بگیرم، ولی صبر کنید، من پارت بعدی بهترین تیمای دیریم تیمو آپلود کنم که بهترین نوک حمله هاست، بعد از اون میریم و طبق همون لیست نوک حمله میخریم. خودم نظرم شاید رو دوجان ولاهویچ باشه با پولی که الان دارم، چون پولم به هالند و امباپه و رونالدو اینا نمیرسه، ولی میتونم یه بازیکن خوبی بخرم که با یه پیشرفت جزئی فوق‌العاده بشه. قلی‌زاده، بلینگهام، لوکاکو برای علی قلی‌زاده،
استرلینگ و توی دروازه علی قلی‌زاده یه گل و یه پاس گل و چه پاس گل خوشگلی داد علی قلی‌زاده. 2-0 خیلی راحت. فعلا دارم بازی رو دنبال میکنم. پوگبا و توپی که دخا برگشت داد بلینگام لوکاکو پوگبا پوگبا وای وای یه قدم کم آورد پول پوگبا. احتمالاً بازیکن بعدی هم که عوض بشه نمیدونم ممکنه یا پوگبا یا اون باریوس یکی از این دوتا ممکنن دیگه کم کم از تیم من برن کنار به ترکیب ذخیره اضافه بشن. ترجیح اینه که مثلا یکی مثل گاویو بگیرم و گاویو پیشرفت بدم. شوله آقا دوستانی که میگین این زوله است گزارشگر بازی خود شوله داره تلفظ میکنه. قلی‌زاده و سانتر بد سانترش یه سبت رو تو گل داوید دخیا ولی دیگه این مدلی گل نمیخوره. ترابی آخ چی شد؟ اوت برای منه برای منه. آلابا منطقه بازی عالی با ریس جیمز عوض میکنه. بلینگام قلی‌زاده روملو لوکاکو لوکاکو پاس برای پول پوگبا پوگبا و گل سوم پول پوگبا حساب کار رو 3-0 میکنه. اوکی بریم سراغ تعویض یا نه یه خورده زوده هنوز. تعویض بعدیم تعویضای بعدیم احتمالا تارمی باشه مینامینو باشه و شاید اسکار مینگوزا. ایتی تارمی ناکام بود نتونست دروازه اولیکان رو باز کنه. پوگبا بلینگام نرسید به لوکاکو این دیلی هم رو مخمه دیلی هم رو مخه نیفهم پاس کجا میره نتیجهش چی میشه نتیجه پاس. لوکاکو لوکاکو این گل قبلی پاسگاهی کردم ولی این بار دیگه تک به تک نشد. پوگبا استرلینگ استرلینگ و گل چهارم حرکت خوشگل رین استرلینگ و چه سر توپ خوشگلی زد اونجا استرلینگ. اگه بذاره سناسر ببینم این سناسر گل رو ببینم خیلی خوشگل بود. چی میگم سر توپ رین استرلینگ نذاش ببینم درن سرویش. کجا میری برادر بیس نذاشت منطقه واسی چرا بذاره من سناسه گلو ببینم بوره کنار با بچه جون. آفساید مهدی تارمی بریم ساقه تحویز با هم تارمی بیاریم و نشون بدم که با تارمی چجوری باید بازی کنی. لوکا گفت ناکام این بزرگ این بازی بوده گل نتونسته بزنه. استرلینگ بره بیرون مینامینو بیاد تو لوکاکو بره بیرون تارمی بیاد تو و فعلا تعویض بعدی هم نگه دارم. حالا ببینید تعویض سوم به کی میرسه. الان میخواستم مینامینو و تارمی رو بازی بدم وگرنه اونا هم نفس داشتن هم لوکاکو هم رحیم استرلینگ نفس داشتن ولی میخواستم این دوتا بازی برسه. استرلینگ که دوتا گل خوشگل زد واقعا گلاش خوب بود. بره بیرون به مینامینو چی کار میکنه مینامینو مینامینو و عالی 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 سانتر خوشگل و گل خوشگل جود بلینگهام عالی بود. اشان تو صورت دخیا سانت کشیدم و با قدرت تور دروازه جر داد. تارمی پوگبا پاس خوب برای مهدی تارمی وای
دهن سفید شد، تیرکی زد، ریباندش رسید به خودش و گل ششم و مهدی طارمی روانه دروازه داوید دخا کرد. شانسی اونا که برگشت به خودش. بریم سراغ تعویض، بریم سراغ تعویض. جود بلینگهام میندازم بیرون و کیو بیارم تو؟ باکایوکو رو میاریم تو. اسکار مینگوزه دوستاش همش بازی برسه. میتونم اینجا کنم. واسا اسکار مینگوزه بیاد تو. ویس جیمز بیاد اینجا. آره این حرکت حرکت قشنگه به نظرم. ریس جیمز هم بمونه، اسکار مینگوزه هم بیاد تو، جود بلینگهام که خسته شده بره بیرون. از این حرکت کثیفا بود که نتونست کار کنه. چی شد؟ نت داره ناراحت هم میکنه. یه لحظه قطع شد نت خونه ما، امروز کلن داره بازی میده. ترسیم نت خودم قطع شده باشه و بازی شیشیچ برده رو ببازم یه هایی. گلی زاده میده برای گل هفتم یا نه؟ تارمی وای کورنر یا اوت کورنر نفهمیدم چی شد اصلا. حمله پول پوگبا چپ پای درستایی ندارم ویس جیمز، نه فقط آلابا چپ پاس که میترسم یهو دفاع خالی شو ریس نمی کنم. ماشال روتی راحت رد کرد کورنره پوگبا رو زده. حمله پرسپولیس من هیچ اتفاقی نیفتاد. Good spot. He's seen the run. تارمی عالی تو پرسونده مینامینو. تارمی نشد که بشه. من میگم اینترنت داره اذیت میکنه، شما هی بگین نه. اسکار مینگوزا. اصلا دیگه نمیفهمم بازی چی جوریه. فقط تموم شه بازی زودتر، نت قد نشه، برد ما خراب شه. نت دیگه عجیب غریب داره اذیت میکنه. دقیقه 92 بازی هم گذشت، 2 دقیقه مونده و هیچی توپ هم اینجا موند و باریکیالا. تارمی قلی زاده و گل خوشگل علی قلی زاده و هفتایی میشه پرسپولیس. قلی زاده شروع و پایان گلامون بودی، گل اولو زد، گل آخر هم زد، گل خوشگلی هم زد انصافا و تموم. پایان بازی برتری 7-0 با قدرت بردم. اون تیم رقیبمون ضعیف بود، ضعیف که نه خیلی ضعیف نبود ولی و تیم هم کمتر بود، خوبم بازی نمیکرد، قبول کنیم خوبم بازی نمیکرد و تیم هم همه خوب بودن، از ذخیره ها بگیر تا بازیکنای فیکسم همه عالی بودن. آره دیگه همه بالای 6 فوق العاده، تیم فوق العاده بازی کرد. حتی لوکاکوی که میگم گل نزد 7 شد. اوکی بریم جایزه این ایونت هم بگیریم و ایونت همون هم تموم شد. ته کشید تارمی هم لولش رفت بالا و 2 تا پوینت گرفت. باریکلا 7-0. خب رفقا به 2 تا امتیاز دیگه هم نیازم تا این ایونت هم تموم شه، ولی دیگه این پارت بازی نمی کنم، یعنی بازی جدیدی نمیرم، به جاش میرم اونا بازیکنایی که پوینت دارن، حتی یکی دوتا رو پوینتاشون رو بدم و پیشرفتشون بدم و پرونده ویدیو رو ببندم. خیلی گرمه دارم میپزم، زودتر ویدیو رو تموم کنم تا ذره آب نشدم. بریم زودتر، بریم اینجا مای تیم پلیرز. ببینه اصلا کلا میگم پوینت ها چیجوری. نونو مندز 2 تا پوینت داره، اسکامینگ روزه یه دونه که نگه میدم یه دونه رو. تارمی و تارمی 2 تا، کاورزه 4 تا، ساده مهرمی 6 تا، سعید زتاله 6 تا، ریس جیمز 2 تا، میلاد مهدی 2 تا. اوکی پوگبا و لوکاکو و جود بلینگهام 2 تا بودن. بریم اینجا از کی شروع کنیم؟ اسکامینگ روزه گفتیم بمونه، تارمی بریم 2 تا پوینتشو بدیم. ببینم یه ذره ببینم ترینینگ پروگرام دارم یا نه. یه دونه ترینینگ پروگرام 1000 تایی فقط دارم که اینو به تارمی نمیدم به تارمی بعیده بدم، چون از پارتی بعدی ممکنه لوکاکو بشه ذخیره اصلی نوک حمله ام، تارمی مثلا ذخیره دومم بشه. اوکی بریم اینجا 2 تا پوینت رو بدیم بهش، یه دونه که برای شماست یا اینجا سرعت رو یه دونه ببریم بالا. آها سرعت 2 تا بره بالا. اوکی
دریبل رو ببرم بالا. چی هم الان دوتایی نیاز دارم. میتونم فعلا قید اینو بزنم بیاد اینجا و یه دونه سرعت بره بالا، یه دونه حمله بره بالا، یه دونه این بره بالا. در حال پیشرفتی نمی کنه. اوکی، حمله رو زیاد میکنم یه دوتا. این دوتا پوینتی که دادیم برای مهدی تارمی کاورزه چهار تا فکر کنم پوینت داشت. اوکی بیاییم پوینت های کاورزه بدیم، چهار تا پوینت. فعلا خرج اینجا نمی کنم. سرعت دوتا، دوتا هم شوت شد 71. اوکی اینم از کاورزایی. دیگه سعید عزت‌اللهی ساده محرمی هم بودن. ساده محرمی 6 تا پوینت داشت فکر کنم، 6 تا پوینت داشت ساده محرمی. آره باز با اینجا کار نداریم، سرعتش اوکیه. دو تا حمله زیاد میکنم، دو تا دفاع زیاد میکنم، دو تا هم پاس زیاد میکنم. اوکی شد چند؟ شد 68. دو تا پیشرفت کرد. اوکی سعید عزت‌اللهی هم 4 تا یا 6 تا پوینت داشت. سعید عزت‌اللهی 6 تا پوینت داره. باز با اینجا کار نداریم، دو تا سرعت، یه دونه دفاع، یه دونه هدینگ. دو تا پاس زیاد میکنم که اینم دو تا پیشرفت کنه و بشه 67. سعید عزت‌اللهی. ریس جیمز نمیدونم پوینت داشت یا نه، فکر کنم پوینت نداشت ریس جیمز. آ دو تا پوینت داره. اوکی ریس جیمز اینش 90. اوکیه 8 اینم که 80. 6 رو زیاد کنم، یه فقط همه چی فقط دو تایی مونده. شوتشه که شوت اونقدر مهم نیست. یه دونه به پاس بدین که این پاس کوتاهش هم بیاد رو 70. یا میتونم به حمله اضافه کنم، میتونم به دفاع زیاد کنم. به هر حال پیشرفتی نمیکنه. ای ترجیح اینه که به پاس زیاد کنم که اینم بیاد رو 70 و خوشگلتر بشه قدرتش. این از ریس جیمز. جود بلینگهام هم پوینت داشت، جود بلینگهام هم دو تا پوینت داشت. اینش اوکی فعلا. یا یه دونه بدم یادم نوسته که تیممون قدرتر بشه. یه دونه‌ای داره، یه دونه دیگه چی داره؟ جامپ و هیدینگ هم داره. این همین، یا جامپ و هیدینگ رو میتونم زیاد کنم یا دفاعشو. ترجیح اینه همین دفاع رو زیاد کنم. اوکی هم شد بلینگ هم که پیشرفتی نکرد، ولی خب پلی استایلش رو بردم بالا، آوردم رو 90 تا تیم قوی تر بشه. لوکاکو دوتا پوینت داشت، پوگبا هم دوتا پوینت داشت. این دوتا هم پوینت هاشون رو بدیم، امیدوارم کسی جا نمونده باشه. پول پوگبا، او پوگبا اینجاش مشکل داره و بیشتر زیان نمیشه پیشرفت کنه. همون 85 میشه، یه دونه میمونه اینجا. 6 رو زیاد کنم، دفاع رو میتونم زیاد کنم، هدینگش هم میتونم زیاد کنم. اوکی من هدینگ رو زیاد میکنم. چقدر خوبه این پوگبا، همه چیش بالاست و چقدر خوبه این پوگبا. علکی نیست، هم تو حمله خوب کار میکنم، هم تو دفاع، هم توی پاسکاری خیلی قدره. میگم لوکاکو دوتا پیشرفت میاد رو 90، روی 90 یا نه. چیکار کنم؟ خدا رو خوش بیاد 6 رو زیاد کنم. حملش یه دونه میتونه زیاد شه، نه هدینگشه. اوکی هدینگش بیاد یه دونه زیاد شه، بیاد رو 80. اینم یه دونه زیاد شه حملش. شوتش چیه؟ شوتش دو تاییه. اینم بیاد بشه یه دونه، ولی رو 90 نیومد. این ناراحت کننده است. اوکی حملش هم یه دو زیاد میکنیم. باشه باشه مشکل نداریم آقا. و برم ببینم کسی جا مونده یا نه. یه دونه پوینت اسکار میگوزه، دوتا پوینت نونو مندز، دوتا پوینت میلاد محمدی. تمام. ببینم پلی استایل تیمم چند شد با این دو تا بازی کنی که بردم بالا. ببینم پلی استایل تیمم چی جوری شد. 94. اوکی 94 فوق العاده.
لوکاکو شد 91، رودیگو 89، استرینگ 89، پوگبا 86، باریوس 86، بلینگام 88، ریس جیمز 86، شوله والا 88، نونو مندس 84، اولیگان 92. راضی کننده است آقا. پرونده ویدیو رو می‌بندم، این پارت رو می‌بندم. امیدوارم لذت بردش. یه پورت فوق‌العاده راحت پرگل رو داشتیم. یه چند تا بازیکن پیشرفت دادم، ریزه پیشرفت ریزه دادم. پارت بعدی بیام ایونت سوم رو هم تموم کنم، ببینیم به کجا میرسیم، یک خرید سی اف هم داشته باشم. البته قبلش قطعا یه پارت از بهترین تیمای دریم تیم داریم و بهترین سی اف رو معرفی می‌کنم. حالا ویدیو میاد، اگه قبلش کانال سابسکرایب کردین همین الان سر این پایین کانال سابسکرایب کنین. اگه قبل از ساب کنین چنگ سابتون نپیده باشه، لایک و کامنت هم فراموش نشه اسلش من انرژی بدید. من سوبی زیرو هم و ویدیو بعدی حتما منو دنبال کنید. برو بریم.